زه په اماراتو کې وړم د وروستیو تحولاتو په اړه لنډ مسایل در سره شریک کړو. د تېرې یکشنبې په ورځ ما په خپل کاري دفتر کې عادي ورځنی تقسیم اوقات ترکیبولو. ماسپښین زه دفاع وزارت ته روان وم تر څو د کابل ښار د نظم لپاره سوق او ادارې ته لاړ شم. سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، خو دوی د ارګ د دروازو شاوخوا ځای پر ځای شوي ول او زموږ امنیتي مسؤولونو د امنیت ټینګښت توان له لاسه ورکړی. با وساحت گفته بودن تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی بینن. مسئولیتی که به دوش من گذاشته می شد این بود که به خاطر قدرت کابل ویران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایقی بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره های ناشناس که به زبان های کشور ما بلد نبودن وارد ارگ شدن. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود، که پاتیوی در افغانستان جمهور رئیس به یه وار بیا در افغانان به سترک و پولانده به دار زرول شوی وی. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوتهایم را بپوشم. بزرگترین سرمایه زندگیم که کتاب ها و تمام اینها که جز اسرار دولتی و محرم هستند متاسفانه به دست دیگران افتادن. به دوی گرلم او افتخار بریکم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم.